دوستان عزیزم سلام. چگونه دعای سگی سید شفتی را ثروتمند کرد؟ سید محمد باقر شفتی معروف به آیت الله شفتی که از مجتهدین برازنده و پرهیزگار بود، به سال 1175 هجری قمری در تارم گیلان دیده به جهان گشود و به سال 1260 در سن 85 سالگی در اصفهان از دنیا رفت و مرقد شریفش در کنار مسجد سید اصفهان مزار علاقمندان است. وی در مورد نتیجه ترحم و فراز نشیب زندگی خود حکایت شیرینی دارد که در اینجا برایتان روایت می کنم. آقای سید محمد باقر شفتی در ایام تحصیل خود در نجف و اصفهان به قدری فقیر بود که غالباً لباس او از زیادی وصله به رنگ‌های مختلف جلوه می‌کرد. گاهی از شدت گرسنگی و ضعف قش می‌کرد، ولی فقر خود را کسبان می‌نمود و به کسی نمی‌گفت. روزی در مدرسه علمیه اصفهان پول نماز وحشتی بین طلاب تقسیم می‌کردند. وچه مختصری از این ناحیه به سید شفتی رسید. چون مدتی بود گوش نخورده بود، به بازار رفت و با آن پول جگر گوسفندی را خرید و به مدرسه بازگشت. در مسیر برگشت ناگاه در کنار کوچه‌ای چشمش به سگی افتاد که بچه‌های او به روی سینه او افتاده و شیر می‌خوردند، ولی از سگ بیچاره بیش از مشت استخوان باقی نمانده بود و از ضعف قدرت حرکت نداشت. سید شفتی به خود خطاب کرده و گفت: اگر از روی انصاف داوری کنی، این سگ برای خوردن جگر از تو سزاوارتر است، زیرا هم خودش و هم بچه‌هایش گرسنه‌اند. از این رو جگر را قطعه قطعه کرد و جلوی آن سگ گذاشت. خود سید شفتی نقل می کند: وقتی که تکه‌های جگر را نزد سگ انداختم، گویی او را طوری یافتم که سر به آسمان بلند کرد و صدایی نمود. من دریافتم که او در حق من دعا می کند. از این جریان چندان نگذشت که یکی از بزرگان از زادگاه خودم شفت مبلغ 200 تومان برای من فرستاد و پیام داد که من راضی نیستم از عین این پول مصرف کنی، بلکه آن را نزد تاجری بگذار تا با آن تجارت کند و سود تجارت از او بگیر و مصرف کن. من به همین سفارش عمل کردم. به قدری وضع مالی من خوب شد که از سود تجارت آن پول مبلغ هنگفتی به دستم آمد و با آن حدود 1000 دکان و کاروانسرا خریدم و یک روستا را در اطراف محله من به طور دربست خریداری نمودم که اجاره کشاورزی آن هر سال 900 خروار برنج می شد. دارای اهل و فرزندان شدم و قریب 100 نفر از در خانه من نان می خوردند. تمام این ثروت و مکنت بر اثر ترحمی بود که من به آن سگ گرسنه نمودم و او را بر خودم ترجیح دادم.